تست 198 یه سوال خیلی خوب، ترکیب الکتریسیته ساکن و کارو انرژی. میگه یه ذره به جرم 4 میلی گرم بار الکتریکی مثبت 4 میکروکولون از نقطه آب با پتانسیل منفی 80 ولت با تندی 20 رادیکال 5 به سمت نقطه B به پتانسیل مثبت 20 ولت پرتاب میشه. تندی ذره در نقطه B چند متر بر ثانیه است؟ اول دقت کنیم بچه، تو این تیپ سوالایی که مربوط به پتانسیل، انرژی پتانسیل، سرعت انرژی جنبشی تو این فصل مطرح میشه، رعایت کردن علامت ها و تقدم و تأخر کم کردن اعداد از هم خیلی مهمه. منظور چیه از این جمله؟ ما بنا به قانون بقای انرژی میدونیم تغییرات انرژی جنبشی قرینه تغییرات انرژی پتانسیله، یعنی دلتا کا میشه منفی دلتا یو. با توجه به اینکه مسئله تاکید کرده از نیروی و صرف نظر کردیم، منظور از انرژی پتانسیل ما تنها انرژی پتانسیل الکتریکی خواهد بود. پس من برای اینکه دلتا یو رو باز کنم می نویسم منفی پرانتز دلتا یو برابر میشه با دلتا وی ضرب در کیو. خب حالا رسیدیم به جایی که تقدم و تأخر کم کردن ها مهمه، رعایت علامت رو باید دقت کنم تا به جواب درست برسم. اول دلتا کا طبیعتا میشه کا دو منهای کا یک، به همین شکل دلتا وی میشه وی دو منهای وی یک. برم اعدادو بذارم، کا دو یک دوم ام، وی دو به توان دو منهای کا یک، یک دوم ام وی یک به توان دو مساویه با منفی پرانتز. خب دلتا وی ما وی دو منهای وی یکه، عدد وی دو مثبت 20 منهای عدد وی یک من منفی 80، پس دلتا وی شد مثبت 20 منهای منفی 80 ضرب در مقدار کیو 4 میکروکولون، 4 در 10 به توان منفی 6. خب برم سراغ عدد این طرف، یک دومه. دقت میکنید جرم ما 4 میلی گرمه ولی واحد جرم بر حسب SI باید کیلوگرم گذاشته بشه، پس من مقدار جرم رو میذارم 4، برای اینکه تبدیل به کیلوگرم بشه 10 به توان منفی 6 میذاریم. وی دو به توان دو منهای یک دوم ضرب در مجددا جرم 4 در 10 به توان منفی 6 ضرب در مقدار سرعت یا تندی اولیه 20 رادیکال 5 به توان 2 برابر است با این ور معادله 20 منهای منفی 80 برابر میشه با 100، 100 در 10 به توان منفی 6 برابر میشه با 10 به توان منفی 4، پس میشه 4 در 10 به توان منفی 4. و در نهایت با محاسبه وی دو از اینجا مقدار تندی ثانویه به دست میاد 30 رادیکال 2 متر بر ثانیه و گزینه صحیح این تست گزینه شماره 3 هست.